این برنامه با سپانسر و حمایت مالی KFZ Gutachtenstein و فروشگاه بزرگ شهر فیشن برای شما تقدیم می گردد. شنونده آرمان فیم 98.1 هستین، بازم شب و روزتان بخیر. خوش آمدین به سراچه امشب ما که 5 مهمان عزیز دارم در برنامه. تا که برنامه شما را دیده ام جندی و دیوانه ام یلدا با چوکی یک جای فرار کرد. میگه صادق نجا و ریشت کچ میشن. یک بار دیگر وطن وطن خواهد شد. همه چیز داریم ولی وطن که نداریم هیچ هستیم. گلاس که تو قطارک میشده خانم میمان میانه که دکتر صاحب عبدالله تماس گرفته بودن. حفیظ محمدی گپ بیش از 100 تا شعر حفظ دارم و من در زندگیم شاید بیشترین جنگ از زیر رنگین کمان اگه کسیر شود. دو صدای بسیار آشنا. من دو تا یک دختر دارم، 2 سال مکمل جنگی بودیم. گر ببندی در به مکتب، خانه را مکتب کنم. نه عفیظ جان، من در خانه هیچ کار نکده بودم، هیچ. نه در زندگی پیش از عروسی و نه بعد از عروسی. گپ جمع کن. دیدار وطندار با زوج موفق، دختر وزیر اطلاعات و کلتور دوران داود خان. 47 سال زندگی مشترک، تجربه 40 سال زندگی در آمریکا. این 4 شنبه از دیدار وطندار بینیم نباشید. بله، سلام سلام سلام. شروع بسیار خوب. گران دوستان سلام، هیله لرم چې ټول جوړ روغ اوسئ. ډیر خراب لاست خبري جمع خبري خبرونه ته بدرګه چې زما چوکې دلته نه جوړیږي. اینا آماده شدک، انشاءالله که جوړ و صد سلامت باشین. امیتو سلام بهاری به مثل زیبایی تمام گلها تقدیم کل شما با برنامه گپ جمع گپ. انرژی که در شروع نماشه باز دیگه نمیشه و هستیم با شما. بسیار اما تو گپ جمع گپ هست دیگه، بسیار گپ هست. فاجان خوب هستیم؟ سلام به خودت حفیظ جان کرتی پوش. سلام به دوستا و سلام به وطندارای گل ما. زنده باشین. میر جان شما خوب هستین؟ سلام به شما حفیظ جان و تمام عزیزایی که میبینن. زنده باشین. شما خوب هستین؟ الحمدلله تشکر. شما خوب هستین؟ تشکر. دیانا جان سلام به شما و به همه وطندارای گلم. به پارلمان خود کندید نکردی؟ نه. اتشیشتی بسیار. من میشه همی پوزم هسته. همی دگه. همی زاویه هسته. باز در پایی چهارتم نشته که رای به دیانا رای به عدالت. او بجان خود خوب هستید. تشکر. سلام به همه شما دوستان. زنده باشین. سلام باشین. تشکر. عزیزای دل شما چطور هستین؟ انشاءالله که خانه، خانواده، دوستا، اولادا، فامیلا همگی خوب و جور و سطمند باشن. دمیرا می آمدم که یک چیز بسیار جالب دمی ذهن مگشت. من متعقل هستم که اینجا یاد کنم. کل دوستایی که ما را می بینن همشان خاطرهایشان تازه میشه و ده ها گپ در بین شما پیدا خواهد شد. زیادتری گپ که ما را می زنم مثل یک باور تبدیل شده در بین فامیلا. بله. و زیادتر مادرای ما و بین زنای گپا زیاد است و این منتقل میسازن بر اولادای خود. اولادای شدن بیچاره تاک زنده است، یعنی می چیزا رو با ذهنش میان میگن میتونه کی تو میشه. مثلا یک از چیزای جالب که میگن در شب ناخونای تا نگی یا مثلا میگن ناخونای دست و پای تا یک جای دیگه که باز چی میشه دارسید باران میشه چی خبر گناه باز دیگه چی شنیده میگه ناخونای دست و پای تا یک جای نگی چون که باز غم و خوشحالی یک جای میشه. و گفتم مثلا ناخون دست که میگیری باز 7 قدم را بگرد بعد از اون ناخون پای تا میگیری. از خود این عادت من دارم ایچ وقت مثلا سوال نکردیم که چرا میره مادر جا گفته همین زمین فومی مثلا زیاد چیزا میپرسن از نسل به نسل گفته میشه کس اصلا سوال نمیکنه چرا، اما از بس که مثلا استفلیت کس یک کار میکنه در ذهنش میمانه. حال من خودم دلم هیچ طاقت نمیکنه که مخت ناخون استخدا بگیرم ناخون پای خود بگیرم. باید 100% 7 قدم را بگردم بعد از مثلا نگا او که دگلون آدم بپره سلفی آدم بگیره میکس یادت کرد
یا ای که یک گپ دیگه است افیزیون میگه اگه چهارشنبه به یادت مریض برین خدای نخواسته او فوت میکنه. او مریض هایی که مریض هستن چهارشنبه در واسه های تنقل کنه. خب فوت چی را چیده بدهی؟ افیزیون امرای خودت موافق هستم یک گمر ایرمتو گمارش گمارش 25 سال تشویش ما از خاطر این میگه پا بود از او جمله کفتر است. مثلا میگفتن کفتر سر رفاجت کنه پیسه دار میشی یا سر مرتارت کنه باز من حکمه خراب خراب پیسه دار شدن بودم باز در زیر پای برد در لینه استاد میشدم کلا خود خراب میکنم خانم کنه کفتر نه یا موسیچه و یا موسیچه پرندار پیسه دار خونه میشدم یک لطا میگوردم کلای خود خراب کردی یا مثلا گلاس که تو قطارک میشده خانم میگه میمان میانه دو گلاس مثلا یک شمی خرد میبود قد بخش شمی کم تو قد بلند بود اون قد بخشت مامایت فلانی تست اون دیگه شون قد بلند نه من یا میمان میتیاری بگیره مثلا جارو یک از جارو میکنه از جاروکای چی که هستک یک تارش میگه بکنین جارو کس که میخونه میگه بکنه یک تارش سر تومت میشه مثلا متایت پشت دروازه سر چپه مان اینال گنگس میشی یا مثلا یک مثلا میگه کلی را شور نتی جنگ میشه جنگ میکیزه حیچی را مدو جنگ حیچی را جنگ نتی یا صرف شب جارو نکن استی میایا باز یکی دیگهش که ما هم زیاد هم خنده میگیره جالب است که میگه ساجق نجا و ریشت کچ میشن یک از چیزای بسیار جالب دیگه هم که چی است وقتی که یک نفر میگه بسیار مقبول شدی یا مقبول هستی باز میگه سن ناخنای سایکو نه یا نکس گپای نظر نشه ما بودن یک چیز دیگه را کلمو تجربه کردیم که کوچک خورد بودیم میرفتیم باز مادرم افتاد کدام جنازه تیش شد دست تانه سرتان بگیریم چرا سایه جنازه سرت نشین نه در حال که هیچ تکسی نیست نه وی طرف پشک سیاسه کدی انال خدا کن سرت بخیر تیش شد طرف پشک سیاسه در سال شاو نفر در حال که پشک که سیاد پیدا شد او چی کنه چی کنه دال خود پشک از اون نفر ترسیده در بین دوید مگاروسی نکنین که باز مچیم چی میشه شگوم بعد نه چی گله بعد دار افیجان اون سر چی ترسی کنم دوستا یک پلان داشت ولی یاد که میشن وقتی آرسی گفتی افیجان وقتی که نکاب هسته میشه باز کلی کوش میکنه از نقل بخصوص بچه ها کوش میکنه که از نقل بخوره به خاطر یک نامزاد شود دالی که گپش نیست اگر تو بوجیق نقل هم بخوری که پیسه نداشت نامزاد نمیشی کلی گپ به پیسگی به بودیجه داره بودیجه تقدیر است اگر طفل را رو میبینه میگن که اونم مهمان میاید یا مثلا میگه خواب صبح حقیقت داره یا شاو دا آینه طرفت نبین که باز شیشک میگردی که میگه از گلاس رفیقت چای ننوش که باز جنگ بخیل میشین بخیل میشین یکی مشهورش نگفتی یکی افیجانه که مشهورش نگفتیم که دستت بخار سای پایسته میشی دست راست دست راست مک چند وقت پیش کده شامپوی من اساسیت کردم کل جانم میخرد یک رفا نگفت یکی دست است و یکی پای ماست فکر کنم صحیح به یادم نیست فکرم پای راست میخوره میگه که سفر میری میگه چپلی که سر چپلی بفته و سفر میری آفرین. ما با سندی پیسه می آیم. میگه چپلیک سر چپلی میشه. چپلی بفته سرتنباق میه. سرتنباق میه. ما سر روایت مختلف هست. با هر نقاط مختلف هست. پای راست گفتین که بخوره پای راست بخوره یک لغت آدم یک کسی میزنه. نمونه ما سنیدی. اما دقیق یادم نه. یه چیز زیاد جالب است وقتی من طفل بودم در افغانستان زیاد مردم میگفتن که من هیچ وقت باور برش نکرده بودم این که می از زیر رنگی کمان اگه کس دیر شوه اگه پسر باشه دختر میشه اگه دختر باشه پسر میشه یه قدر جالب بود در افغانستان کس میدید که کویی بود و هیچ کس دیر نمیشه دوستان دو تا کو سیل میکرد این رنگ کمان خوب فکر میکرد و از این زیر کس دیر شوه چی میشه چی میشه یکی چیز که داخل براتون بگم که میگه تا دیگیر نخو که داروسید باران میشه آفرین چی دیدم آفرین مرق خورده تا دیگیر الان دفتر بود داروسی ما خب این موضوعات بسیار زیاد است دوستا اگر چه صحبت کنیم زیاد است یاد خاطر مادرای عزیز ما همیشه زنده باشه هر جایی که هستن اگر دور از پیشان هستیم خوش و خوشبخت آرام باشن و این باورا رو دیگه ذهن ما انداخته که کدام چی وقت از ذهن ما خارج میشه شما چی چیزا رو در خانه شنیدین در کامنت نشته کنین که کدام چیزا که ما گفتیم و شما میفهمین در کامنت دانه دانه نشته کنین که دوستای دیگه هم بخونن که نمی باورا شما چی چیزا در ذهنتون هست ما خاطرات جالبتون دقیق و بسیاری از عزیزای دل ما از سراسر زمین کره خاکی از کشورهای مختلف پیامهای بسیار زیبای خود در بخش هموطن روان کردن بیاین بریم که ببینیم چی گفتن و چی میگن در هموطن بله دوستا و عالم هموطنهای گل ما بسیار پیام روان کردن اما نوبت کیها رسیده را میبینیم حالا بله. زنده باشی حفیظ
زنده باشه. داوید یاد کو زنده باشی عزیز دل. سلام از ادب خدمت حفیظ محمدی و همکارای عزیزش. نوید شریفی هستم از شهر زیبای مزار. مزار شد. و تشکر خاص از حفیظ محمدی که همش برنامه‌های مانند برنامه قاب گفتگو گپ جمع گپ یک برنامه عالی است. بله تشکر لطف کردین. سلام علیکم حفیظ. نام من سمیره. من از کشور جرمنی گپ میزنم. نام خدا. گپ جمع گپ. گپ جمع گپ زنده باشین. جرمنی نه که نفر دیگه خیز نکنم. بله. زنده باشی. I'm 5 years old and I'm in Australia. جاب کنه جاب. خیلی باشه. بس فلاگ داره سخت است. تلفظ نامش تغییر میدیم بخیر به نزدیکا. سلام حفیظ جان. و علیکم سلام. سلام خاص به همکاران شاهی هستم از لندن. از لندن. می جالب دیدنی گپ جمع گپ یکی از بهترین برنامه‌های دست باشه. آرزوی موفقیت در تمام عرصه زندگی برات میکنم. تشکر. تشکر به شما همچنان. فلاک بسیار زیبا. سلام علیکم ولی هستم از فرانکفورت جرمنی. سلام های خاص خود برای حفیظ جان محمدی و جمله همکاران. علیکم سلام. کاکا زبیر، فواد جان، میلی جان افغان و دیانا جان تقدیم میکنم. امید که همگیتان خوب و صحتمند باشه. از برنامه های زیبایتان بسیار لذت میبریم. بالخصوص گپ جمع گپ. تشکر. مهربان هستین در بین کشتی والا بسیار عالی. و سلام نام من آزاده است. من 2 ساله هستم. سقندل. تو یو و یو آت ما خواهیم. قلو الله و حبا خواهیم. تو یو و یو آت آیو سمه. آفرین. یم یایت. آفرین. و یم یویت. و یم یت آیو توفان. نام خدا زمدار ماشاءالله ماشاءالله خدافظ چرا شیرین بود بسیار علی دل و اسپیشلی رپنما در هر سم مخکی خپل سلامونه وړاندې کوم حفیظ جان محمدی یو تاسول درنه همکاران ته هیلدا چروغ او جوړه زلال الدین یم د امریکا ټکسس یالا تو سیتون کې او ګاب جمع ګاب خبرونه مینا والا زنده باد افغانستان تل وی افغانستان یش سلام علیکم سلام علیکم من نه خیر سه ډیر مننه بسیار علی تا کی برنامه شما را دیدم جنجی و دیوانه یم دیوانه یم میشه و چپشانه یم اکرم ابوالکرم از سعودی عربستان شهر جده علی احمد جان قاین سلام های گرم گرم برای همگی شما بسیار خوش هستیم از برنامه شما زنده باشید سلامت باشید ناشری زنده باشین. من هم میخوایم خدا نخواست شما دیوانه شوین. گپ جمع گپ. گپ جمع گپ. آرزو دارم همه ایتان صحت کامل داشته باشین. احمد صافی سم از شهرتون. یک سلام خاص خدمت حفیظ جان محمدی. بسیار یک برنامه عالی. بسیار یک برنامه زیبا. همیشه موفق باشین با تیمتان. تشکر. عزیز دل زنده باشین. برنامه رو میبینن. ببینین برنامه رو ببینین. سلام دوستای گرامی. برنامه گپ جمع گپ. ما امید ترین هستم از کشور هلند. سلام خاص برای حفیظ جان محمدی و اعضای تیمشان. یک برنامه بسیار خوب و آموزنده. زنده باشین. دیگه موفق باشین. همیشه کامگار موفق باشین. تشکر. مهربان هستین. زنده باشین. کومز مازی یاسر جان نمیگی د دریم یاسر جان ستاسو برنامه مونږ ډیره خوښو گپ جمع گپ هر وخت تعقیبو ډیره مننه لکه یو ورځ د نږدې له ستاسو د برنامه لیدونکو اوسېګو ان شاء الله او د ستاسو برنامه د تاریخ ټول هیوادوالو دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې وایو ستاسو د کامیابی په هیله السلام علیکم ډیره مننه وروره خیر اوسه ډیره مننه سلام سلام حفیظ محمدی حفیظ محمدی گپ گپ جمع گپ جمع گپ تبریک تبریک باشه برتا باشه برتا گود لک گود گود لک خدافظ تشکر دوستای خارجی رو نمیبینید تان توجه باشین خوب است فارسی یادشان بده که برنامه رو زیاد ببینن تشکر از دوست ما
سلام ها و احترامات قلبی خود را به تمام هموطنان عزیز ما از طریق برنامه گپ جمع گپ، همکاران و برنامه مخصوصا حفیظ جان محمدی تبریک. سلام. امیدوار هستم لباس عافیت در تن داشته از گزند روزگار همیشه در امان باشید. علی شیر بدری هستم از مازندران ایران، شما را زحمت دادم. برنامه های شما را هر هفته تعقیب میکنم. زنده باشید. با امید پیشرفت و رشد برنامه های بعدی تان که ما منتظرش هستیم میباشم. مهربان هستید. زنده باشیم. جوانده دی افغانستان، یش سن افغانستان، زنده باد مردم را پر افتخار افغانستان. بشه. دیره منه نکرم. سلام، نام من سیوشیان سناوید هستم و برنامه گپ جمع گپ بر حفیظ مامیدی من پولیس شدم در کالیفرنیا. بسیار عالی، تشکر. زنده باشین، به افتخار تمام هموطنان ما خوب کف بزنین. ډیر مننه دوستانو، ډیر مننه تاسو کولای شئ چې دغه نمبر چې ګوري په سکرین باندې دی کې تاسو واتس اپ ته لاړ شئ، مونږ پیدا کې بعد لغې نه تاسو ښکلي پیامونه، ویډیوي پیامونه مونږ ته ولېږئ، مونږ ته رسیږي او ان شاء الله چې په نوبت باندې نه شيږي، ځکه چې ډیر پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي. نو تقریبا څه فکر کوم چې زرو نه بهر پیغامونه ډیر دي. حفیظ جان بالکل، نو دغه په خاطر لږ زره وسلم نوبات ان شاء الله خیر نه شيږي، او سلا داشته باشین پیغامونه نشر میشه و ان شاء الله کې منظر پیغامات اون هستیم. اینمی قسمت است که ما یک بار گفته بودم که نقطه وصل کل هموطنان ما از سر و سر کشورها برنامه گپ جمع گپ است. شما پیغامتون روان کنین که از حال و احوالتون کلی خبر شوه، چنل را سابسکرایب کنین که ویدیو برتون برسه تازه و بفهمین ببینین که دوستاتون چی گفته. تشکر از تالارهای عروسی تاون اند کانتری به خاطر تالار زیبایی که در اختیار ما گذاشتن. تاون اند کانتری، تالارهای یا عروسی های مجلل. مهمان ما کاملا آماده است، یک وقفه در بین است، بعد از او قصای وطنی را خواهد داشتیم. سلام خدمت هموطنای عزیز، اسم ما ساحل لودین است. اگر تصادف داشتین و مقصر نیستین با ما تماس بگیرین. ما از فیرمای کفزت کودخ نشتن خدمت هموطنای خود در هر شهر آلمان هستیم. بعد از تکر با ما از طریق تلفن میتونین که تماس بگیرین. همکاران ما موضوع شما را ثبت میکنن و برای شما ترمین گودختن را میدهد. گودختر ما در هر جایی که خواست شما باشه خساره موتریتان بررسی میکنه. و همچنان در گروپ ما وکیلای خاص برای تکسخش در خدمت شما هستند. خدمات ما منعیس گودختر و کهر وکیل برای شما رایگان است. که افتت گودخت نشتین همیش در خدمت شما. تراوت، قدرت و نشاط با انرژی نایت واکر، وارد کننده انحصاری با آمریکا و کانادا شرکت کپیتال، قابل دسترس در تمام مارکت های افغانی. افتتاح مرکز فیشن افغان در هامبورگ آلمان. سری فیشن، انواع لباس های محفلی برای زنان، شما می توانید از هر گوشه اروپا به گونه آنلاین از طریق اینستاگرام سری فشن خریداری کنید. بهترین انتخاب با سری فشن. برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید. باش که برتان یک پروگرام بگیرم، رادیو را آوردیم. مهمان ما میفهمین کی است؟ نخیر. خبر هستین که مهمان ما کی است؟ یه نمیدم داخل از این رادیو است. خواهیر اک سویچ کنم ببینین که کی است؟ بشنوین که کی است؟ یعنی سویچش کنم. شنونده آرمان فیلم 98.1 هستین، بازم شب و روزتان بخیر هر جایی که هستین عزیزای دل. بشنوید که بریم سراغ برنامه. میخوایم براتون یادآوری بکنم که شنونده آرمان فیلم حتما و حتما هر جایی که هستین باشین. هستیم، بهترین برنامه ها رو برای شما نشر میکنیم. هستیم هستیم. چی یک خاطرات زیبا و قشنگی بود که ما در موتر میشیشتیم و این برنامه ها رو میشنیدیم و این صدای آشنا رو میشنیدیم. همکارای عزیز ما یادشان بخیر. مهمان ما دوستا یا مهمان ویژه ما کسی است که
ما با این مهمان بیش از 12 سال همکار بودیم. اگر برنامه رادیو آرمان را شما میشنیدین 100% صدایش بار بار شنیدین که بازم تازه شد و در تلویزیون طلوع هم برای 2 سال برنامه خوب سراچه را گردانندگی میکرد. بعد از ختم مکتب در رشته علوم سیاسی تحصیلات عالی خود را ادامه داده، ازدواج کرده، 2 فرزند داره. در این تحولات که رخ داد در آخر به کشور انگلستان مهاجر شدن و حالا هم از شهر لندن مستقیماً وصل است با برنامه گپ جمع گپ. به افتخار حسنا رینی گپ جمع گپ. حسنا جان گل سلام برسه به برنامه گپ جمع گپ. بسیار بسیار خوش آمدی. بسیار خوشحال هستم خودت میبینم. بسیار دیر مدت باد. یاد از او وقتا بخیر و یاد آلم بخیر که یام یک روز خاطره خواهد شد. حسنا جان خوب است انشاءالله. زندگی بخیر مگذره. سلام حفیظ جان بر شما و همکارای عزیزتان. انشاءالله همتان جون باشین، صحت و سلامت باشین و بسیار خوشحال هستم که میبینم اتان و تشکر از اینکه مرا دعوت کردین. به یاد ما افتیدین و در برنامه خوبتان دعوتم کردین. یک جان تشکر. زنده باشین حسنا جان. حسنا جان سلام برسه براتان. اونجا عادت کردین نکردین و دیگه ای که پشت کی و چی دق شدن بیشتر؟ باید میپرسیدین پشت چی دق نشدی؟ ما پشت هست و بودی که در وطن داشتم پشت خودم دق شدیم که امروز نیستم و حسنا. پشت وطن دق شدیم، پشت هموطنم دق شدیم، پشت محبتشان دق شدیم، پشت همه چیزشان دق شدیم، پشت همکارایم دق شدیم. من میال حفیظ جان و عبد جان دیدم و شما رو دیدم. ما و حفیظ جان و بعدن عبد جان یک مدت طولانی با هم همکار بودیم. باور کنین آدم چشمش روشن میشه یک رقم و پشت همه چیز دق شدیم. و این که عادت کردیم یا نکردیم شما میفهمین که یک آدمی که با این رقم یک وضعیت از وطن خود بیرون شده باشه آسان نیست که در یک جای زود عادت کنم. من تقریبا 2 سال میشه که در اینجا هستم. پیش از این که اتفاق به وطن بیفته، پیش از سقوط در لندن بودم و با هیچ چیز عادت نکردیم. با هیچ چیز، هیچ چیز برام خوشایند نیست. یعنی یکان نفر پیش خود میگم که سوال است که هیچ کس برامی جواب داده نمیتونه. حتی خودم نمیتونم به خود جواب بدم. حتی دکترها شاید جواب نتونن برام بدن که چی چیز خوشحالم میسازم. من دنبال یک کوچکترین چیز میگردم که حداقل یک لحظه مرا خوشحال بسازه، ولی متاسفانه اون نیست. بیاین که بریم به طرف رادیو خودت. نام خدا صدای آشنای رادیو آرمان بودی و با صدای تمگی آشنا هست. از برنامه آگه بگویی، برنامه هایی را که پیش میوردی نام ببری و یک اتفاق جالبه که در برنامه افتیده باشه قصه کنی بر ما. برنامه خواهم زیاد پیش بردیم. از وقتی که آمدم در رادیوی آرمان اولین برنامه را که شروع کردم برنامه دی جی مکس بود، باز مهمان آرمان بود، باز برنامه درایف شد، باز برنامه پیت شد، باز برنامه چارپار خانده شد. بعد از او دوستانه برنامه داشتیم، ویکند برنامه داشتم و اختصاصی روز جمعه. و جالبترین خاطره که امرایتان میخواییم شریک بسازم که یک لحظه شما خنده بکنین این که امید نظامی هم یکی از چهرهای مطرح رسانه‌ای است که هموطنهای ما با چهرهش آشنایی دارن. بله. ما و امید جان تقریبا 2 سال برنامه پیش می بردیم اختصاصی روز جمعه را. بله. ساعت 7 شروع می شد تا ساعت 11. یک مدت حفیظ جان هم این برنامه را گردانندگی کردن. بله. در اون برنامه شما فکر کنین که یک بار نمی فهمم که چی اتفاق افتید. ما امید بین خود چندان خوب نبودیم. از اون اول دعوای خوب نبودیم چندان. پس آنها دوستای بسیار خوب شدیم. خب ما 2 فیدر داشتیم که مربوط مایک ما و مربوط مایک امید جان می شد. نمی فهمم سر کدام چیز بحث ما شد. امرا یکی دیگه هم تو جانانه جنگ شدیم هر دیما. و ای تمام گپای ما چون 2 آهنگ مانده بودیم تقریبا 10 دقیقه و شاید همی 10 دقیقه را ما جنگ کرده باشیم تا متوجه تلفن خود نشدیم که با ما زنگ آمده، پیام آمده که شما کل گپایتان در نشرات میره. امروز یکی دیگر گفت کل ملت بلند شد که بالاخره طارق جان وقت منیجر رادیو بود. طارق جان پاکستان بود. طارق جان در پاکستان رادیو را میشنید. کدام رقم کرد که مستقیم تماس گرفت در تلفن خود دفتر که صدای از او بلند بود که ما رفتیم دیدیم که گفت که
جوان را گفت شما چیال انداخته این کل صدایتان در نشرات میره. دیگه اون یکی از خاطرات است برای من که همیشه در ذهنم است، هر وقت که امیده ببینم فقط در پیشانی شما نوشته باشد اگر یادم میاد. و بعد از او ما امید دو سال مکمل جنگی بودیم. در این دو سال مکمل برنامه می دادیم، فکر کنین 3-4 ساعت برنامه داشتیم. برنامه هم یک برنامه تفریحی بود، باید می خندیدی، باید شات می بودی، باید هم دیگه با هم دیگه ارتباطات بسیار خوب محکم می ساختی در برنامه، دیالوگ می داشتیم، گپ می زدیم، بسیار عادی و طبیعی. اما امی که مایکا خاموش میشد، اما دو نفر جنگی بودیم. جالب است. دو سال گذشت کردیم باز. دقیق است. آرمان 98.1 رادیوی دلها. دوست همه باشنده های کابل، بخصوص خودم زمان که در کابل زندگی میکردم اکثر وقت میشنیدم، طرف وظیفه که میرفت میشنیدم، دوست کل جوان ها بود و قدر علاقه من بودم کار کنم. خب برای من نوبت نمیداد کسی، نفرها باستعداد زیاد بود. دیگه به نظر خودت سنا جان کار کردن در تلویزیون آسان است یا در رادیو؟ بیاین تو سوال تانا جواب بدم که کار کردن در رسانه اصلا خودش کار آسان نیست. چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی رسانه نوشتاری باشه، از هر لحاظ دشواری های خودش را داره. یک هست. کار پرچالش و پر از جنجال است و تمام وقت شما مشغولش هستین، ذهنتان مشغول است با امو، یک لحظه فراغت ندارین. از این خاطر هر دویش کار دشوار است، هم در رادیو هم در تلویزیون کار کردن آسان نیست. در برنامه سراچه ما هم یک بار امرای اسنا جان شیشتیم گپ زدیم. من فکر میکنم اولین مصاحبه که ما کردم در طول 12 سالی که ما در رسانه بودم، اولین مصاحبه ما در سراچه بود. یادت هست اسنا؟ بله. ما خودت زیاد گپ میزدیم و میگفتیم خبر دهی ما میگیریم، برنامه را دهی ما میگیریم. بله. به خاطر که زیاد در برنامه بودیم گفتیم حالا یک رقم نشه که بیرندا بگه که خودشان میه میمان میشن. حالا اسنا جان بیبی که 5 میمان داری و خودت سراچه را از همینجا یک پیش ببرین، این میمانتان 5 نفر 6 تا این 5 میمان شما کدش گپ بزنین. نام برنامه شما را بگیریم یا سراچه را پیش؟ نه سراچه را بگیریم دیگه، سراچه ازم سراچه پیش برین. عمو خاطرات دیگه. آه فکر کنین دیگه که کرونا آمده باز ما در یک در خانه هستیم، باید برنامه را از خانه ثبت کنیم دیگه. درست. مهمانتان رسید. بیندای عزیز بازم خوش آمدین، آرزو میکنم که صحت و سلامت باشین و یک هفته را به خوبی و خوشی سپری کرده باشین، روز روزگارم بخیر گذشته باشه. خوش آمدین به سراچه امشب ما که نام خدا جمع و جوش زیاد است و 5 مهمان عزیز دارم در برنامه. هر 5 شمیال دارن خنده میکنن. خدا من خندهایتان همیشگی داشته باشه بر لبتان. و میخوایم که اول خوش آمدید بگویم. شان خوش آمدید. تشکر. زنده باشین. این اسنا جان به سراچه‌تان رادیو نداشتین، ما آوردیم برد. آوردیم بله. و بعدش سوال میخوایم که آغاز بکنم از دو دختر خانم عزیز. فرض کنین شما در افغانستان هستین و شرایط هم همین رقمی که خودتان میفهمین روز به روز محدود شده میره بر خانم‌ها، بخصوص کسایی که کارمند رسانه هستن. شما در افغانستان کار میکنین در یکی از رسانه‌ها. بله. و همین محدودیت‌ها سرتان وضع شده. احساستان هم میخواییم بفهمم ای که روی پرده ظاهر شوین با همین محدودیت ها چی حس دارین و چی گفتنی دارین؟ آیا قبول میکنین یا خیر؟ این مثل است که از یک پرنده بال شکست از پشش بگیره و برشتگه اجازه پرواز نته. احساس دلتنگی کس میکنه. احساسی میکنه که مثلا یک حق و حقوق که داشته حقشان از پش گرفته شده و احساس جگرخونیسته. و فواد جان؟ بله. بفرمایید. وقتی که برنامه تلویزیونی را می دیدی علاقمند کی زیاد بودی؟ از مجریا فرق نمی کنه دختر خانم باشه یا از بیادرهای ما کسی باشه، فکرت باشه که خانم را اون دستی مقصد برو ما در نظر گرفتیم. ما در بخش اجتماعی فرهنگی علاقمند حفیظ جان بودم، از اون خاطر آمدیم که داشت چیره ای زدیم اینجا. در بخش خبری یک دختر خانم بود و در بخش اجتماعی مجیب جان و حفیظ جان خیلی فصاحت زبانشان طریقه گفتنشان زیاد خوشم می آمد. بله بسیار خوب. و اوبد جان بسیار سوالک آسان از خودت پرسان میکنم، چی باعث شد طرف رسانه بیای خودت و کی الگویت بود؟ اسنا جان از من خو دمو همکارم که بودیم، من ژورنالیسم میخواندم در پانتون کابل،
دیگه الگویم معلوم دار است حفیظ جان است دیگه هم کارهای ما خود شما از اونجا ما یاد گرفتم طلوع با ما یک مکتب بود ما شما هم کار بودیم بسیار خوب خداوند موفق داشته باشه هر پنجتان را اگر حفیظ مجری تلویزیونی نمی بود میخواست چیکاره شود والا ما اسنا جان دمی مکتب جالب است که من کتابچه مارم که ورق بزنی ما زیادتر علاقمندی به طب داشتم میفتم من دکتر میشم دیگه این نگو که این دکتری اصلا گویندگی بوده این دکتری نبوده خب من نقش علگی داشتم دیگه دمی هر ورق کتابچه ما دمی آخرایش میدید و بیناش نشتم میکردم که ما بخیر یک دکتر میشم بیخی دیگه 100% سر خود باور داشتم اما به یک بارگی دمی صنف 8-9 که رسیدم مسیر به یک طرف دیگر رفت و با آمدن رسانه و رسانه جمعی و تلویزیون و رادیو و یا علاقه بیخی به یک طرف دیگر رفت و به یک نحوه دیگر پشت نمی گویندگی را گرفتم و باز نمی سال 2008 بود که دیگر شروع شد و 2007-2008 یک مسلک بسیار شیرین است یک مسلک بسیار خوب است اگر چه امو گپ بزرگا راست گفتن که مسلک ژورنالیسم یکی از مسلک‌هایی است که نام داره نان نداره مگر یک مسلک بسیار شیرین است بخصوصی که پل ارتباط میان مردم میشی مردم و جامعه میشی دیگه خودش باز یک لذت خاص خود داره یک کشش بسیار خوب داره به افتخار اسنا جان کف بزنید کنه سراچه را از برنامه را از لندن به دنیا زنده پیش برد و 5 میمان داشت این تو میمانایش هم دیگه که تعداد بسیار زیاد اسنا جان تصاویری از همکاران رادیو آرمان داریم ما نامشان میگیریم کی کدام برنامه را داشت یک جمله کوتاه دربارشان بگو مسعود سنجر و امین دانشیار دو صدای بسیار آشنا که آلارم صبح بودن دقیق برنامه صفای شهر را پیش میبردن دقیق و با اون جذابیت خاصش هر دویشان دانشیار صاحب یک مشوق بسیار خوب آقای سنجر یک رئیس بسیار مهربان و یک انرژی مثبت برای کارمندانش. بدون شنیدن صفای شهر صبح کس آغاز نمیشد و همون صدای زیبای مسعود جان و دانشیار صاحب که این بسته کابل ده کل گیدم رادیو و موترا از این اکثر شکایت ها بوده که میرساندن و سرک برنامه عالی بود. بله پیش میریم. ادیا جان هم درد. یک دوست بسیار بیریا و یک مادر بسیار مهربان. طارق مجیدی یک امراض خوب و یک شنونده بسیار خوب و یک انسان بسیار شریف درست مصطفی عزیزیار خوش صدا خوش سیما و خوش اخلاق یلدا جان بهار یک رفیق نازنین و پاک دل دقیق یلدا جانم دیگه خدای یار جانش کمی هزار گفتمش که بیاد تلویزیون بیا قبول نکرد بالاخره که بیاد تصویر بله تصمیم یک تصمیم از دیگه یلدا گفت نه اجمل جان نورزی اجمل نورزی یک بیادر بسیار عزیز و نازنین بسیار نازنین پشتش دخش شدم یک رقم یاد کردینم یاله میخوام این ما در زندگیم شاید بیشترین جنگ با اجمل نورزی کرده باشم در طول همی زندگیم ما اجمل مثل دو دانه خوار و برادر ایتو پس و پیش خوار بودیم یک قسم بسیار ام بسیار یکی دیگر را دوست داشتیم ام بسیار بخیل بودیم ام را یکی دیگر دمی فامیل آرمان ما و بیشترین جنگ ام را اجمل انجام دادیم سیما جان صفا یک گلگوی بسیار خوب و زن بسیار با شهامت سیما جان یک از صدای بسیار مشهور آرمان فیلم و اونا را هم کس ندید تصویرشان هم منتها واقعا که بسیار عالی پیش می بردن و صدای بسیار زیبا داشتن پامیر کاکر یک انسان بسیار کوششی است پامیر جان و یک امراض بسیار خوب بسیار عالی است عالی تشکلات عالی است این همکارای ما تمامشان هر جای که هستین نامه تان که گرفته شد خاطرات امو وقتای آرمان فیلم و کار تازه شد دیگه خوش آرام باشین موفق باشین در هر جای که هستین آیا میخواهید خانه جدید در کشور ترکیه داشته باشید رومی پراپرتی این ریل استیت با داشتن سالها تجربه در خدمت شماست ما به شما کمک میکنیم تا بتوانید خانه رویاییتان را در کشور ترکیه داشته باشید. همچنان ما شما را برای به دست آوردن ترکیش سیتیزنشپ در این کشور راهنمایی میکنیم. همین حالا با شماره واتساپ ما به تماس شوید و سوالات خود را با کارشناسان ما مطرح نمایید. رومی پراپرتی اند ریل استیت. حسنا جان بر ما در مورد لندن بگین و دوستا و هموطنای ما که اونجا هستند. یک شهر بسیار زیبا و قدیمی و در پهلویش هر نوع دین و آیین را شما میتونین پیدا کنین در اینجا
و انسان ها بد رقم احترام قائل هستند که من این ویژگیشان را بسیار دوست دارم. نه سیاه میگن، نه سفید میگن، نه مقبول میگن، نه مسلمان میگن، نه عیسوی میگن و نه کدام جایی دیگه. فقط به انسانیت یک نفر احترام قائل هستند. و در کل خوبیاش زیاد است، ولی من حسادت میکنم با تمامی خوبیایی که داره. میفهمین چرا؟ چرا ما نتانستیم؟ چرا ما؟ ای چرا همیشه در ذهنم است که چی کم بوده وجود داشت که واقعا ما نتانستیم که یک ملت و یک مملکت خوب شویم و داشته باشیم. متاسفانه اسما جان، دخترای که علاقمند گویندگی هستن، چی در رادیو چی در تلویزیون، شما از تجربه خود برشان نکات را اگه بگوین. از تجربه خود برای دختر خانمایی که در این راه قدم میگذارن میخوایم بگویم که بخصوص در شرایط فعلی که در افغانستان با صد رقم جنجال مبارزه میکنن و در رسانه کار میکنن، میخوایم برشان بگویم که امروز ما از شما شهامت یاد گرفتیم. امروز وقتی ما شما را میبینم با بسیار جرات میتونم براتون بگویم که شما چقدر شجاع هستین، شما چقدر قهرمان هستین. با وجود این همه مشکلات هنوز هم همون ماسک در بینیتان زده و ماسک هم رنگش باید سیاه باشه، ولی از عقب از او شما خنده میکنین، از عقب از او شما بر هموطنهای ما خنده را برمغان میارین و با وجودی که در دلتان و در چشمتان آدم صد رقم درد میتانه بخانه، برایشان میخوایم ادامه بتن. ای کاش ما وقت میفهمیدم که این هدف در زندگی ما چقدر اهمیت داره و چقدر برام مهم است. ولی دمی چند سال آخر که فهمیدم، تا حال هم کوشش به این دارم که به می هدف ادامه بتم که انشالله خداوند کمکم بکنه. چیزی که میخوایم برای دختر خانما بگویم این که استوار قدم بگذارن، هیچ کسی نمیتونه مانعشان شوه. خب حسنا جان، از خود برای ما بگو مصروف چی کاراستی و از اولادکایی؟ من دو تا گک دختر دارم که هر دویشان، مسا جان نو تقریبا 4 ساله و 3-4 ماه شده دیگه، و یک دخترک خورده دیگه دارم که تقریبا نجات دهنده جان ما همو شد. ما پریسا میگیمش، ولی اصلا نام تذکره ایش چیز دیگه است. اونا 1.5 ساله تقریبا 19 ماه هستن، چیز کم 2 ساله دیگه میشه گفت. و من خودم فعلا مصروف درس هستم، درس میخوانم. بله اسنا جان، دخترک کلان تا مثل کابل مانده بود نه؟ در افغانستان بود که امیرم بسیاری کسا فکر کرده بودن که من آمدم به طرف لندن. البته در مو حالت استرار برآمدیم و دختر ما ایلا کردیم در افغانستان. من فکر میکنم هیچ مادر راضی به این نیست که خودش در یک جای بمانه و خودش به خاطر نجات جان خود از یک جای بره به یک مسیر دیگه. بله دخترکم در افغانستان بود، چون من برگشت به افغانستان در پلانم بود، فقط برای 12 روز یا 13 روز آمده بودم اینجا. راست میگن. و باز دوری هم بسیار طویل شد دیگه دخترکتان، من فکر میکنم برای چند ماه مانده که باز تا که پس آمد نزدیکتان. بله، چون پریسا جان همینجا پیدا شد دیگه، تقریبا 3 هفته بعدش همینجا پیدا شد. در مو حالات بسیار سخت و دشوار که حتی یاد کردنش برام یک رقم درد میتن. و پریسا جان، مسا جان در افغانستان مان تقریبا 10 ماه در افغانستان بود. وقتی که من لندن آمده بودم، مسا جان صحبت کردن نمیتونست، فقط یک مادر و پدر بسیار به سختی میگفت دیگه، صحبت کردن نمیتونست. وقتی که من دوباره برگشتم، دیدم دخترم سم صفا گپ میزنه و جالب است که مرا به نامم صدا میزد. تا به حاله به نامم صدا میکنه مرا و وقتی میگم مادر بگو، میگم مادرم در افغانستان است. مادر مرا مادر میگه. مادر واقعا مادری کده بود برش. بله. از روزی که مهسا پیدا شده تا همیال اتا موازه بشست، میفهمین تماس بگیره، دختر نان خورد، خوابش صحیح است، تا حال موازه بشست. عالی است. حسنا جان، اگه افغانستان برین سفر داشته باشین، امی فردا برین دیگه، اولین جایی که میرین کجا است و چی میکنین؟ از بس هیجان دارم، ای کاش شوه، خداوند زبانتان نیک بسازه که همون رقم یک گپ شوه. از بس هیجان دارم، هیچ نمیفهمم کجا را اول خواد دیدم. اما همه که میفهمم که بعد از اینکه خانه رفتم، دومین کارم میخواد بود که دفتر برم. دفتر برین؟ دفتر برم. عالی است.
حسنا جان، اینجا بعضی سوالای کوتاه و جوابایشان با یک لغت یا یک جمله جواب بتین بر ما. سرگرمی دلخواهتان چیست؟ برای فعلا هیچ سرگرمی، جست وقت سپری کردن با اطفال دیگه ندارم. اولادا که از خودشان یک سرگرمی بسیار کلان هستن. واقعا اگر از این دو گزینه یک را انتخاب کنین، رادیو یا تلویزیون؟ هر دوشه. هر دوش به من شناخت داده. همی شناخت تمتمی که دارم از برکت هر دوش است، پس هر دوش را انتخاب میکنم. بیاین این سوال تانا تغییر بده، هر دوش انتخاب میکنم بحب. چون نمیشه که بین دو اولاد آدم فرق بگذاره، درسته؟ اولاد کلان آدم ارزش خاص خود داره و ارزش اولاد خرد آدم همچنان عزیز و دوست داشتنیست بر آدم. هر دوش به من بارزش است. بسیار خوب. و با وجود یک مصروفیت هایی که دارن نسنا جان، اگر از این سه کار خانه یکش انتخاب کنین، کدام می باشه؟ یک خمیر کردن، دو کالاشویی و سوم هم جارو کردن. من دوست دارم کارهای چالشی را. کالاشویی ها آسان است دیگر، ماشین از کالا را می شویه. آله به من کل کارها آسان شده، آله کل کار خودم انجام می دهم از اون خاطر. جارو کاری هم کار ساده است، خمیر کردن. خبیر کردن انتخاب میکنم. در خانه باز یه رقم کار میکردی یا نیدم وقتا اصنا؟ ماما خب معلوم هستی، خب بگو به ملت بگو. به ملت تیره واضح کن. نه اپیس جان، من در خانه هیچ کار نکده بودم. نه در زندگی پیش از عروسی و نه بعد از عروسی. ملت نبودم چندان در کار خانه. خداوند عمر خواهرم طولانی داشته باشه. در پهلویی که همیشه امرایم کمک کده در کارهای خانم، یکان دفعه فشار سرش می آمد با صدایش مبرامد، اما تا که پس شام خانه می رفتم کل چیز خلاص شده بود دیگه. پس خوش بود. من هیچ کار نکده بودم، اما هیچ چیز ناممکن نیست. آنه که اینجا در دنیای مسافرت هستم و تناستم، بخصوص همه چیز، همه کار را خودم انجام می تام و دیدم که می تانم. بله. می دقیق است. دقیق است. حالا همه کارا شدیم. آشپز هم شدیم. آفرین مادرای ما که نام خدا 12 نفر کلان کردن و در پالیش هم یک زمان دیدم که یک مادر سکسش است و این مادر 20 دانه دست داره. یک دستش جارو دستش است، جارو کداره است. یک دستش طفلش است، یک دستش در دیگ است، یک دستش در جارو است، یک دستش در کار است، یک دستش در کالاشویی است. وای مادرای ما چه حوصله بزرگ داشتن. نواخسته. افتخار مادرها یک کارت بزنیم. حوصله‌ای که مادرها داره هیچ موجودی نداره. 100 دانه مرد یک جای کردن حوصله نداره که یک مادر داره. به شک. ابی من هر کار کده تانستم از آدش بیرون شدم. یگانه چیزی که بسیار بد میایه حفیظ جان ظرف ششتن است. اینقدر بد میایه که آلامین مثل افغانستان وریام نیست، همینجا ماشین داریم تیار. اینمه قدر من تنبلی میگیره که موظرف در ماشین بانم. در خانه سر و سر و سر مبرایه که ظرف مانده. خود ممکن میبینم یک رقم بیمو میگیره چیکار کنم، بسیار بده میه ظرف ششتن. ظرف ها یک بار مصرف میگیرین. یک بار مصرف. تجربه دار. مام از خاطر ظرف شویی در بیرون نان میخورم. اسنا جان، چون شما در رادیو بودین، اینالا برمایی رو بگوین که یک آهنگی که براتان هیچ وقت کنه نمیشه، تاریخ انقضا نداره، کدام آهنگ است؟ آهنگی که همیشه در ذهنم تازه است، یک آهنگ از فرهاد دریاست، گردش چشم سیاهی تو خوشم می آید. این آهنگ همیشه به من زنده است و هیچ وقتی در ذهنم، از ذهنم در هیچ حالتی دور نمیشه. یک آهنگ در این وقتا، بخصوص وقتی که این تحول رخ داده که گریانم میاره، حتی وقتی که اما تو ناخودآگاه گریان میکنم وقتی مشنوامش، از داوود سرخوش است. یک آهنگی که میگه کابل اگر حتی اگر اتاق کوچکی باشد، من دوستش دارم. یا آهنگ بیاندازه در این روزا دوست دارم و هر وقتی که پشت افغانستان بیشتر از هر وقت دق شوم و دلگیر شوام، بازم یه آهنگ مشتم و امروش گریانم میکنم کمکه. و گاهی وقت در جریان برنامه زنده رادیویی کدام وقت زلزله شده؟ ما دو اتاق داشتیم، یکی پردکشن ما بود و یکی اتاق نشرات ما، آنیر ما بود. در آنیر ما برنامه داشتم، برنامه درایو پیش می بودم. او طرف در بین یک کلکین بود و او طرفش پرودکشن ما بود که حفیظ جان و یلدا جان با یک برنامه سینمایی داشتن و برنامه را ثبت میکردن که دفعتا زلزله شد. من دالت گپ زدن بودم، زلزله شد.
دیگهش بر صورت که محفیظ دیدم که خست از جای خود و یلدا با چوکی یک جای فرار کرد. با چوکی فرار کرد و با چوکی پس آمد. با همون چوکی پس آمد آلمه دیگه من خواه میفهمم که یلدا جان میترسه از زلزله، ولی در پشت مایک هم برنامه داشتم و هم امرای رئیس ترافیک در تماس بودم، چون ازدهام ترافیکی و اینا را سرش گپ میزنیم. آنقدر خندیده بودم که حیران مانده بودم من چطور تشریف تماله که چطور حالا من بفهمانم کسایی که شنونده ما هستن که نتی اگه اتفاق افتیده، تا اینکه چپ شدم و کمتون برشان گپ رسانده و معذرت خواهی کدم. یک را انتخاب کنین: فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تویتر. فیسبوک را ترجیح میدم چون از بسیار مدت طولانی در فیسبوک هستم و مخاطبین زیاد ما هم در فیسبوک هست. بله. چند لغت میگم شما در موردش یک جمله بگین. پدر؟ بیترین قدرت یک انسان وقت داریش خیالت کاملا راحت است. مادر؟ اولین و زیباترین و واقعیترین و ماندگارترین عشق یک زن. راست میگن. در کل عشق یک فرزند. دقیق است. اولاد؟ اولاد یک تجربه شیرین زندگی. وطن؟ عشق یک انسان وقتی نداریش بی کس و بی نوازدی. مثلا قسمی که امروز ماستیم، همه چیز داریم ولی وطن که نداریم هیچ هستیم. مهاجرت؟ یک زندان، یک زندان و ده پلویش زندان مجبوری. تا پا درد. رادیو؟ نور چشمم. و در اخیر خواهر. خواهر بزرگترین تکیه‌گاه هر کسه و ده پهلویش داشتنش بزرگترین نعمت است. دقیقا. دو برادر دارم، یک خواهر. خب بسیار خوب. بسیار تشکر استاد جان، سوالای بسیار خوب بود و جوابای بسیار خوب هم دوستا گرفتن بدون شک. بعضی از پرسش ها ما خواستیم که رحیمی صاحب هم باشه همراه شما مجیب جان که یک جای سگمنت پیج بریم، فکر میکنم وا مصروف شدن به کار، یا شما دیگه بجای از وام جواب بدین دیگر، اما صادقانه باشه که باز وام میبینن میشنون پس که جوابای شما یک رقم چی نباشه، ناانصافانه نباشه، نداشته باشین، بخصوص در مورد دکتر صاحب پیج شک نداشته باشین. خب اسنا جان، آقای مجیب رحیمی در کار خانه امرای شما کمک میکنه؟ تمتون، اما نزیاد. کی زیاد با حوصله است؟ اونا. کی آشپز خوب است؟ آلما. کی زیاد متوجه اولادا است؟ طبیعی است که ما دیگه. مره. طبیعی است ما. 90% من 10% دکتر صاحب. کی در ترتیب و دیزاین خانه متوجه است؟ یعنی تصمیم پرده خریدن کی میگیره؟ هدف نیست. بله. ترتیب. کی زود قهر میشه؟ کی زود قهر میشه؟ من قهر 5 دقیقه‌ای هستم. 5 دقیقه قهر میشم. و کی نام اولادا را انتخاب کرده؟ نام اولادا را دختره که کلان ما خودم انتخاب کردیم، مهسا جان. مهسا را من انتخاب کردیم. دوم در شفاخانه بودیم که دکتر صاحب عبدالله تماس گرفته بودن. و امونجا که داشتن با هم صحبت میکردن اینا، باز آقای رحیمی گفت که اگر شما هم کدام نام پیشنهاد میکنین، چون فضا بگونه بود که شما درک میکنین چی میگم، دخترک مدونمت یک وضعیت پیدا شد. باز دکتر صاحب لطف کردن یک نام ماندن سر دخترم، ولی نامش هم ما بیهی هم تو تذکرهی نگاه کردیم. باز یک نام دیگه که در خانه ما به وزن قافیه مساجان که برابرش ساختیم پریسا میگیمش، در خانه فعلا پریسا میگیم، اما نام تذکره ایش چیز دیگه. این نام پریسا را دکتر صاحب خودش انتخاب کرد. نام زیاد زیبایی است. فریمان کباب رستوران 100% حلال با غذاهای متنوع و خوشمزه افغانی، فضای فامیلی و وطنی با فعالیت بیش از 10 سال، کترینگ برای محافل خرد و بزرگ با مدیریت جمشید احمدی. امتحان شرط است. آدرس ها 5379 ماری اونیو فریمانت و 4300 گریت امریکا پارکوی.
دیگه بسیار تشکر از وقتت، از لطفت، از مهربانیت که آمدی و انشالله که بازم در تماس خواهد بودیم بخیر و این که تازه ها رسید و کل بینندام از خود شنیدن بدون شک کلی خوش شدن. سلامت باشین، تشکر میکنم بسیار زیاد از شما هم و بسیار برنامه خوب بود، به خودم هم خوش گذشت. طبیعی است که در آخر من خودم از میمانم همیشه پرسان میکردم که راضی بودین از برنامه، باز اگر راضی میبودن با لب خندان میگفتن بله من راضی هستم و من بسیار خوشایند بود برام که اتو احساس کردم که واقعا در بینتان هستم و ای کاش ای ارمان در دلم مان دیگه، ای کاش همی برنامه در افغانستان می بود که من میمانتان می شدم و دوستا همیشان در افغانستان می بودن، در استیدیوی ما می بودیم، ولی متاسفانه که ای گپ نیست. اما خدا را شکر که حداقل تکنولوژی است که از این طریق اصلا آدم احساس دوری از وطن نمی کنه و قلبا نزدیک است. تشکر بسیار زیاد، بسیار خوش گذشت. زنده باشین اسنای گرامی، لطف کردین، موفق و کامگار باشین. بازم به افتخار اسنا جان بسیار تشکر. زنده باشین دوست عزیز. بریم با یک وقفه، بعد از وقفه بازم ادامه برنامه گپ جمع گپ. یک مهمان بسیار عزیز را دعوت کردیم، بازم همراه ما باشین. بله دوستا، دوباره خوش آمدین. مهمان ما پیشتر از لندن بودن و ای بار از کوها و دشتها و دریاها بیخی دور میریم به کابل زیبا و اونجا مهمان ما هستن. انشالله که سعادتمند باشن. مهمان ما میفهمین که یکی از دخترهای بسیار لایق، یکی از کسایی که در رسانه‌های اجتماعی امی استعداد از یا اقدر دزبدست شده بود، که هر کس یک کلیپ از این دختره که بسیار مستعده دارن و 100% دوستا شما هم دیدین، بخاطر که احساس از این شوخک یا دختره که بسیار لایق مستعد فوق العاده بلند است در برابر وطنش، در برابر مردمش. ما درباره فاطمه جان عزیز صحبت میکنیم. فاطمه جان سلام، برسه به خودت، انشالله که صحتمند باشی. بسیار خوشحال هستم که با گپ جمع گپ خودت دارم. سلام به شما حفیظ جان محمدی، همکاران عزیزتان و شما بیننده های برنامه گپ جمع گپ. تشکر، عالی است، زنده باشین. ما دیگه منتظر شنیدن امروز یک دکلمه زیبا و فوق العاده میهنی خودت هستیم. بفرما که دیگه بشنویم، کلی بیننده هم منتظر است. بفرما. تشکر شما که مرا در برنامه تان دعوت کردین. یک شعر میهنی دکلمه میکنیم و ایره خاص برای مجری های برنامه گپ جمع گپ و هموطنان عزیزیم که مهاجر هستن تقدیم میکنم. بفرمایید. روزی که سخن ز عشق عاشق بشود، روزی که وطن شبیه سابق بشود، مرغان مهاجر به وطن برگردند، هر کس به خدا پشت وطن دق بشود. این شب که همیشه شب نمیماند هیچ، این بغض به زیر لب نمیماند هیچ، من مطمئنم که درد درمان دارد، این فصل بد و غم زده پایان دارد. باور داریم دوباره آزادی را، در سینه خود امید آبادی را، لبخند خودش به جای بم خواهد شد، یعنی که ستم دوباره گم خواهد شد. عشق و غزل و ترانه برخواهد گشت، بی جا شدگان به خانه برخواهد گشت. یک بار دیگر وطن وطن خواهد شد، آن خانه با صفای من خواهد شد. می زیبد اگر دوباره کابل باشی، با یار قشنگ چپ کاکل باشی. قصر دیگران به کوه و سنگش نرسد، دنیا همگی به ده مزنگش نرسد. این ساز شکسته را بیا سر بکنیم، هی شام هرات را تصور بکنیم. روزی برسد که غصه ها دور شود، چشم همه دشمنان ما کور شود. در دامن غربتم خدایی سخت است، از کابل و بلخ تو جدایی سخت است.
ای کاش درخت بختشان لرزان باد، بدخواه من و تو خانه اش ویران. ویران نام خدا برقمی که فاطمه جان دکلمه میکنه به این سن خود مفکر میکنه بسیار کم شما شاید دیده باشین، یعنی کلانایی رقم دکلمه نمیکنه. بیگ از فاطمه جان پرسان کنی، فاطمه عزیز خودت چند شعر حفظ داری؟ تشکر، زنده باشین، لطفتان زیاد است. من مدت 3 سال میشه که شعر دکلمه میکنم، بیش از 200 تا شعر حفظ دارم و بیشتر از اونا میهن شعر زیاد است. ما که چاشت نان بخوریم شب از یاد ما یک چی خوردیم، نام خدا استفاده کنیم. صد شعر از یاد کرده، از حفظ دارن و همیشه دکلمه میکنن. اگه اینا در مسابقه شعر جنگ اشتراک کنن 100% برنده هستن. اول هستن 100% اول هستن. بیان خیلی که موافق هستن که فاطمه جان یک شعر بسیار مقبول دیگر هم آماده گرفت دکلمه کنن. دکلمه هایش دیگر همیش زیباست. فاطمه جان بفرمایین یک شعر دیگر هم بخیر دکلمه کنین، کلی علاقمندای سراپا گوش هستن منتظر هست. این شعر خود میخوایم از درد دل تک تک دختره افغانستان برسن. زنده باشید، بفرمایید، بشنوید. حق تعلیمم مگیر، از معرفت دورم مکن. زنده ام با علم و دانش، زنده در گورم مکن. گر ببندی در به مکتب، خانه را مکتب کنم. ترک دانش کی کنم، بیهوده محظورم مکن. رب من فرموده در قرآن که ای انسان بخوان، بعد از این بر ترک فرمانش تو مجبورم مکن. چون نفرموده که گر مردی بخوان و زن نخوان، پس دگر با نام دین در جهل محصورم مکن. گفته پیغمبر که دانش را بجوی تا پای جان، گر مسلمانی ز دانش دور و محجورم مکن. بهر اهدافت اسیرم کرده ای با نام دین، ای سرا پا دریا بیهوده مسحورم مکن. بسیار عالی، بسیار فوق‌العاده، بسیار بامزه و بسیار با احساس فاطمه جان. یک جان تشکر. یگان بار دیگه اتمن فاطمه جان رو میداشته باشیم در برنامه در گپ جمع گپ که بیایه و یگان شعرها را مقصد دکلمه کنن. من خب بسیار خوشم میه و دوستار 100% طرفدارش هستن. انشالله میداشته باشیم. فاطمه جان عزیز بسیار تشکر از اینکه در برنامه بودی و از وقت تشکر، از لطفت. انشالله در سایت موفق باشی، هم مقصد شعرهای مقبول دکلمه کنی. از اینکه در گپ جمع گپ بودی بسیار تشکر. من تشکر فراوان از شما که من در برنامه تان دعوت کردیم. بله تشکر فاطمه عزیز، بازم به افتخارش کف فاطمه جان عزیز بدن و انشالله که بازم بخیر با شعرهای نو با دکلمای نو در برنامه آینده خود داشته میشن. آرسی دوستای عزیزی که ما رو بیننده هستن، یک چیزی که فراموشم نشه، اگر شما علاقمند عزیزی هستین که با ما کار کنین، مهارت کمدی را دارین، شما اگر استعداد گویندگی را دارین، چی از دخترها چی از بچه ها، اگر علاقمند هستین شما به شماره ما یک ویدیوتان بفرستین و خود یک معرفی کنین، یک مهارت تان نشان بدین به می شماره 9169060989 بفرستین بر ما. ان شاء الله ما ویدیوهاتون رو میبینیم، مرور میکنیم، یک تیم داریم، بعد از اون با زبرای شما به تماس خواهد شدیم. شماره ما در این پرده تلویزیونتون است، یادداشت کنید. بریم یک وقفه، بعد از وقفه بازم همراه ما باشید. بله زیاد تشکر دوستا، رسیدیم با آخر یکی از برنامه‌های دیگه گپ جمع گپ به این هفته. بسیار تشکر از اینکه ما را همراه بودین. اگر شما اعلانات تجارتی رو می‌خواید بسازین و نشر کنین، ما در خدمت شما هستیم با کیفیت و با هم استاندارد. همچنان اگر عروسی دارین، فصل عروسی ها شروع شده، اچن پروداکشن با تمام امکاناتش در خدمت شما هست. ان شاءالله با تخفیف در تماس شوین با شماره که در روی پرده میبینین 9669060089. یک شماره رو ما داریم با کل کارا و در این بخش هم میتونین شما از پیش استفاده کنین و بر برندینگ تجارتتان هم اگر چیز ضرورت داشتین ما در خدمت شما هستیم. دیگه گپ جمع گپ انشالله که میرسانیم هر هفته یک شنبه، 4 شنبه ها دیدار و تندار خود بود. شما دوستا نظریاتتان رو بفرستین، میمانای ما کی باشه و در کنارش برای دوستای ما، برای همگی چی گفتنی دارین.
ایره تمامشه کامنتار کنین که ما میخوانیم کلش. بسیار تشکر. دیگه دوستا بر شما مفتی خوب خوش. سلام شما همچنان. موفق کامگار باشین بر تمام دوستایی که ما رو میبینن. دیر خ او خوشاله اونی په مخ کې ولری او خوشاله او څوکاله وسی. تل دی افغانستان. خدای پامان. خوشی و لبخند با HM Production. این برنامه با سپانسر و حمایت مالی KFZ Gutachtenstein و فروشگاه بزرگ شهر فیشن برای شما تقدیم گردید.